تفاوت فرم و تکنیک. اینو میخوام یه ذره توضیح بدم. اینا بگو که به فرم رسیدن یا نه؟ اینا اصلا به فرم نرسیدن. توی شهر قصه لحظاتی به فرم میرسن، میرسه یه کارگردان داره اینجا مطلقا. فرق فرم و تکنیک در چیه؟ تکنیک یک امر خودآگاهه، تو میری یاد میگیری کاملا. میشود تکنیک رو آموخت، یعنی جواد و تقی و مسعود میرن کلاس ثبت نام میکنن، خودشون هم زحمت میکشن تکنیک رو یاد میگیرن. این یادگیری درسی تبدیل میشه به کلنجار رفتن با تکنیک. تو هر میدیومی اینو ما داریم، اینقدر تو کلنجار میری تا این مال خودت میشه. تو تکنیک مالتون نشه هنوز به فرم هیچ کاری ندارم، تو تکنیک مالتون نشه کاری باشه نمیتونه بکنه. یعنی همین به اصطلاح فسخلی تکنیک، چون اصلا بحث سینما ایران بحث تکنیکه، بحث فرم نیست. اصلا تکنیکو بعد از یادگیری باید تمرین و ممارست کرد، فیلم ساخت، زحمت کشید، اشتباه کرد و رسید به تکنیک و تکنیکو شخصی کرد. یعنی من بگم که این تکنیک شخصیه اینا ریتوه، این تکنیک شخصی فلانیه دیگه، از جای دوربینش، از میزان مکسش، از رنگاش، از همه این چیزها میتونم بگم که، از اندازه پلان سکانساش میتونم بگم این تکنیک شخصی این آدم هست. اینا رو تو گفتی عشق سگی که فیلم های اپیزودی خوبه. درست. حالا تکنیک امر خودآگاه آموختنیه. شما از من سوال شده که آقا جان من یه موضوعی دارم و من سفارش میگم، هیچ اشکالی نداره، موضوع مال خودم نیست که بشم به اصطلاح مؤلف، یه نهادی، یه شرکتی، یه چیزی، یه فیلمنامه اصلا میرسه، مثل هیچ کاری که هفته پیش حرف زدیم دیگه، از یکی دیگه میخره فیلم داستانو تبدیلش کنه فیلم. با این چی کار میکنی؟ قصه مال تو نیست، هیچ اشکال نداره. یعنی این نیست که اصلا شروع فرم اینه که قصه مال خودته، باش زندگی کردی و گام به گام این فرم تو ناخودآگاه قوام پیدا کرده، اومده لباس تکنیک پوشیده، اومده بیرون. این روند درستیه. یعنی شما یه چیزی که مال خودته، ایده خودته، باهاش خورد و خوراک و ازت میگیره، اینقدر باهاش کلنجار داری در خواب و بیداری که حالا این آروم آروم تو ناخودآگاه شکل میگیره، فرم میگیره. این وقتی تو ناخودآگاه فرم میگیره، تو اگه تکنیک بلد نباشی جواد هیچ کاری نمیتونی بکنی، فرم هم نمیگیره. اصلا شرط این که این تو ناخودآگاه فرم بگیره اینه که تو تکنیک بلد باشی. یعنی تکنیک خودآگاه به شدت کمک میکنه به ناخودآگاه که میخواد یک جنینی بسته بشه و فرم بگیره. بدون این تکنیک اونجا هیچ اتفاقی نمیفته. پس این شرط اولی، این یادگیریش از خودآگاه به ناخودآگاه میره، یعنی ابزار بیان رو پیدا میکنه. حالا اونجا امکان این که فرم بگیره پیدا میشه، با اونم با کلنجار شدید تو ناخودآگاهی و دعوا توی خودآگاهی، مدام رفت و برگشت اینها، این قوام فرمیک میگیره، مجبور بیاد بیرون. برای بیاد اون بیاد بیرون یعنی باید تکنیک بلد باشه دوباره، چون با لباس تکنیک میاد بیرون، با لباس فرم نمیاد. فرم اصلا لباس نداره، فرم لباس نداره، لباس تکنیک به تنش میکنه. با لباس تکنیک میاد بیرون، اما حالا فرم چجوری ظاهر میشه؟ اینو بگیم برگردیم به تکنیک. وقتی لباس تکنیک رو پوشید، شما نگاه میکنی مثلا دو تا
دیزالو رو یه سوپر ایمپوز رو اینا ظاهرا تکنیک دیگه، اما در داستان یک هنرمند این دوتا میگم کدوم دیزالو رو میگم و این سوپر ایمپوزه مثل روانی هیچکاک سوپر ایمپوز. تو درود بر تو مرد عوضی، مرد عوضی دوتا دیزالو سرگیجه بعد از این که مادلن از آب در میاره 10 متر مرتر ماشینه دوتا دیزالو رو هم میکنه. این میتونم به دقت اگر بود توضیح بدم چرا فرم میشه با اینکه لباس تکنیک تنشه. تمام مکسای هنرمند فرمه، چون تکنیک به تو یاد نمیده چقدر مکس کنی. فرم کنترل تکنیک رو در اختیار داره، مکس رو بهت یاد میده. تمام کلوزآپای تو اگر تکنیک بلد باشی و اگر جهان کلوزآپ باشه، برگمان درایرم نه فرقم دارن با هم، برگمان چرا تقریبا به جرأت میتونم بگم من دیگه برگمان حفظم دیگه مثل هیچ کار، برگمان یک دونه کلوزآپ نداره که بی خودی باشه. به موقع با یه زوم نرم کلوز میگیره و به موقع میذاره این کلوز کار خودشو بکنه، اون چیزی رو که فهیم گفت حس رو تولید کنه، بعد جای درست کات میده. ما راجع به ارتیست ها یا حرف زدیم، اون به شدت دیدیم چی کار میکرد فرمی. خب وقتی فرم با لباس تکنیک میاد، هر جایی که باش زیست نشده باشه با اون تکه از کار، تکنیک غالب میشه، اجازه به بروز فرم نمیده. اصولا خودآگاهی اجازه به بروز ناخودآگاهی نمیده، هی سعی میکنه اینو پس برونه، اما اون مدام میاد تو زندگی ما مرتب حضورش اعلام میکنه. تو تمام آسیب های روزانمون هست، تو تمام توپاقامون هست، تو تمام غیر از توپاقا لغت هایی که به کار میبریم که اصلا ما استاد این داستانم بدونی که بفهمم، مرتب اون اجازه بهش میدی بیاد بیرون. امکان بیرون اومدن خودآگاه اولش اصلا این بحثی که میخوام بگم اخلاقی نیست، صدق با خوده. اگر کسی با خودش صدق نداشته باشه به هیچ وجه ناخودآگاهی تحریک نمیشه، ناخودآگاهی بروز پیدا نمیکنه. اول صدق با خود باید برگمان باشی تا بتونی این آدمات بیاری برو، باید هیچکاک باشی، باید فورد باشی که چیزی رو که داری میگی زیستی، تجربه زیسته شده است. و این صدق با خود با بلدی تکنیک اجازه به کار توی ناخودآگاهی با فرم میده و بعد این گزارش به تکنیک. رابطه فرم و تکنیک هم رابطه عجیبیه. از یه طرف تکنیک جسم، لباس چیز پوشته دیگه، جسم، و فرم جانه، فرمه جانه، اون جسمشه، جانه احتیاج به جسم داره برای اینکه ظاهر بشه، عینیت پیدا کنه. هر جایی که این مناسبات، یعنی هر جایی که تو تماما تکنیک رو از آن خودت نکرده باشی، بعد یه وسط پرانتز هم تکنیک رو بعد میشه خرید ولی فرم رو نمیشه. درود بر تو، نرو نجلو. تکنیک رو میشه خرید یعنی چی؟ یعنی تکنیک رو میشه یاد گرفت یا تکنیسیان آورد. تکنیسیان آورد اما نمیشه درست استفادهش کرد. شما بزرگترین فیلم بردار تاریخ بشر، آره اگر آشنا نباشی، اگر خودت ندونی، بله اصلا مال تو نیست. نمونهش موسیقیه دیگه، نمونهش موسیقی، موسیقی بلد نیستن. نمونهش محمد رسول الله دوست ماست. بله تو باید خودت تکنیسیان باشی. یه جمله رنوار داره عجیب غریبه، میگه تکنیکو تو ته باید بیاموزید تا بتونی از شرش خلاص شید. خیلی جمله اساسیه، یعنی انقدر تو تکنیک بلد باشی که حالا بتونی بذاری کنار فرم کار بکنه، اما بازم وقتی داره فرم کار میکنه تکنیک به راهه، لباس اونو پوشیده، رام شده در دست فرم، رام شده. این تضاد یه تضاد دیالکتیکیه بین تکنیک و فرم.
هیچ کاکش که هر سه ما قبول داریم، هر جایی که نزیسته اونجا رو ما میتونم نشون بدم تو همه اکثر فیلم ها تکنیک حاکمه و اصلا حس نداره، حس نداره، فرم حس میسازه، یعنی میانجی حسه، تکنیک احساس میسازه، بیشتر از احساس نمیتونه بسازه، به حس نمیرسه تکنیک.